کپسولی که دست من دارید میبینید کپسول نسپرسو سری لیمین ها اوور آیس، جدیدترین و خاص‌ترین کپسولیه که نسپرسو داره تو بازار، سری کلاسیکه و مناسب درست کردن آیس کافیه. قرار از این کپسول نسپرسو طعم لیمو و نعنا بگیریم، یه ترکیب برزیلی و فکر میکنم که تجربه بدی نباشه. من ایمان تیموریانم و اینجا سوپر ریویوه. یه سری کپسول اسپشیال داریم که مدل لیمیتد آیسمون هستش که توی دو تا طعم نادر و لیمو نعنا. این کپسول نسپرسو که دست من میبینید از سری اورجینالش، یه سری ورتو هم داره که بزرگتره. اینا اون قدیمی کوچیکاست. این یه اسلیبه که توش 10 تا دونه از این کپسولا داره و اینو من توی ابتدای مرداد 401 خریدم 250,000 تومان. تقریبا هر کپسولیش 25,000 تومان. رو بستش نوشته که مناسب درست کردن آیستیه، یعنی یه دونه اساره اینو که اندازه اسپرسو باید بگیرید باید بریزید توی یه لیوانی که توش آب و یخه. البته من لیمو و برگ نعنا هم آوردم که بخوام یه ذره جذابترش بکنم، ولی اول دوست دارم که یه شات اسپرسو خالیشو امتحان بکنم. نعنا که داغ بشه برای ما ایرانی ها به نظرم بوی جز نعنا داغ نمیتونه داشته باشه، ولی تا حالا همچین بوی رو از قهوه نتونسته بودم بگیرم. قهوه است، یه حال و هوای خنک نعنایی داره، نه که خنک باشه، و اون تها هم ترشه. مزه اسیدی لیمویی رو میتونید ازش بگیرید. عجیبه، عجیب، البته میتونه جالب باشه. میرید جلوتر این مزه رو کند و کاف میکنید، حس اون نعنا داغه رو دارید، نباید تعارف داشته باشید. خودش نوشته این اساره رو روی آب و یخ بگیرید یا روی یخ بگیرید، ولی برای من جالب نبود، برای من اونقدر جذاب نبود که مجدد بخوام حداقل خالیشو امتحان بکنم، ولی باید برم یه دونه اساره روی آب و یخ بگیرم ببینم چه جوریه. یه ظاهر تابستونه جذاب داره، بوی لیموش به نظرم بهتر شده، یعنی بیشتر میشه حسش کرد. نعناش دیگه مثل سابق نیست، شما حس نعنا داغ نمیتونید بگیرید، چون این اساره نعناه یه حس نعنایه تا جای ممکن طبیعی که با این مایه کافئینی خنک اتفاق جذاب شده به نظرم. اگه جوره که بخورید روش فکر بکنید میبینید که آره طعم لیمو رو میتونید ازش بگیرید، حس نعنا رو هم داره، ولی اینجوری نیستش که لیموی شدید یا نعنای شدید باشه. رو بستش هم نوشته اسپلش، که شاید یه شبنم ریزی از اینا رو شما میتونید داشته باشید. طعمش متفاوته، تجربهش جالبه، سری لیمیتده، قیمتش به نسبت کم نیست، 25,000 تومانه، ولی اگه هوسه به نظرم یه دفعش بسه. یه شات اسپرسو رو شما تونیک اسپرسو بتونید درست بکنید، به نظرم که میتونید لذت بیشتری ببرید.